تماس این طرف کلا از میدانوچه. ما از دیشب برای زدن بنزین تو صفیم. نوبتمون طبق پلاک ماشینمون فرداست. با خداست که چقدر سوخ بتونیم بزنیم و باکمون رو با بنزین پر کنیم. ورود اولین کشتی حامل سوخت از ایران به آب‌های ونزوئلا. 4 نفتکش دیگر در راه است. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم آیا این یک پیروزی سیاسی برای دو کشوری است که تحت تحریم آمریکا هستند؟ از تحلیلگری در کاراکاس می‌پرسیم ونزوئلا چرا به این نقطه رسید؟ و از کارشناس نفت و انرژی می‌پرسیم هزینه و فایده این سوخت‌رسانی برای ایران چیست؟ در ادامه برنامه امشب پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، عفو کارگران و محاکمه رؤسا. استاندار خوزستان به اتهام دریافت رشوه جواب روشنی نداد. ما پشت ابر نمیمونه. یکم صبر کن، انشالله همه چی روشن میشه. فصل تازه حملات بازماندگان داعش در عراق. آیا خلافت خودخوانده دوباره جان میگیرد؟ و هزار توی آغاز دوباره لیگ برتر فوتبال ایران. تیم ها میگویند شرایط فراهم نیست. دولت اصرار به برگزاری مسابقات دارد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بعد از هفته‌ها کش و قوس و تهدید و هشدار آمریکا، یکی از 5 نفتکش ایرانی که حامل سوخت برای ونزوئلا است وارد آب‌های این کشور شد. ایران تهدید کرده بود که اگر آمریکا جلوی این کشتی‌ها را بگیرد، مقابله به مصر خواهد کرد. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا به دلیل همین تحریم‌ها با وجود داشتن منابع غنی نفت، مشکل کمبود سوخت دارد. بر اساس ارزیابی منابع مختلف، میزان سوختی که ایران به ونزوئلا فرستاده شاید مشکل 2-3 هفته ونزوئلا را حل کند. اما چه شد که آمریکا علی‌رغم هشدارهای قبلی دست به اقدام عملی نزد؟ جمهوری اسلامی چه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی از این اقدام کسب می‌کند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کسری ناجی. کشتی نفتکش ایرانی فورچون در آب‌های نزدیک به ونزوئلا دیروز غروب به وقت محلی. یک کشتی جنگی ونزوئلا و یک هلیکوپتر نظامی به پیشواز این کشتی رفتند. آن را به طرف سواحل ونزوئلا همراهی کردند. ونزوئلا خوشحال و متشکر از ایران برای ارسال سوخت در این بحبوحه بحران کمبود بنزین و گازوئیل و علی‌رغم خطر توقیف این کشتی از طرف آمریکا. اینجا خبری از کشتی‌های جنگی آمریکا که در منطقه هستند نبود. آمریکا دخالتی نکرد در مقابل این مورد آشکار از شکستن تحریم‌هایش. اگرچه 4 کشتی دیگر هم در راه هستند و به زودی به این آب‌ها می‌رسند. این پیام توییتری سفارت ایران در ونزوئلا بعد از رسیدن کشتی که نوشته دو رهبر، دو انسان و دو انقلاب که سلطان دلهای مردم است. امروز بیش از هر زمان دیگری دوستی و برادری دو کشور عمیق و مستحکم. رپوبلیک اسلامیک ایران، gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. رسیدن کشتی خبری خوب و هیجان انگیز برای نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا. ایران، سلام علیکم. سلام علیکم، تشکری از ایران. در روزهای گذشته رئیس جمهوری ونزوئلا برای نشان دادن ارادهش برای استقبال از کشتی نفتکش ایرانی دستور داد ارتش در یکی از جزایر این کشور مانور نظامی برگزار کند. دیروز رئیس جمهوری ایران هشدار داده بود که نفتکش‌های ایران در دریای کارائیب اگر از سوی آمریکا دچار مشکل بشوند متقابلا برای آمریکایی‌ها مشکل به وجود خواهد آمد. نفتکش فورچون اولین 5 نفتکش ایرانی راهی ونزوئلا تقریبا 70 روز پیش از بندر رجایی و از طریق دریای سرخ، دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس وارد آب‌های ونزوئلا شد. 4 نفتکش دیگر هم قرار است که در روزهای آینده وارد ونزوئلا شوند. سوخت کافی احتمالاً برای 15 تا 20 روز مصرف کشور. سوخت ارسالی ایران در شرایطی به ونزوئلا میرسد که کمبود بنزین به اوج تازه‌ای رسیده است. پمپ بنزین ها از بنزین خالی است و صف ها طولانی. بحرانی که اخیراً با تشدید تحریم های آمریکا و قطع کانال واردات بنزین از روسیه شروع شد. در کشوری که تا قبل از انقلابش
یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوپک بود. ایران با فرستادن این کشتی و 4 کشتی دیگر عملاً آمریکا را به چالش کشیده. چالشی که آمریکا در این بازی خطرناک موش و گربه دو کشور فعلاً به آن توجه نکرده. اگرچه روشن است که همه چیز را زیر نظر دارد. کسرانجی بی بی سی. فیلیپ گانسون تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران از کاراکاس پایتخت ونزوئلا با ماست. آقای گانسون خوش آمدید به برنامه. از مجموع 5 نفتکش یکیش وارد آب‌های ونزوئلا شد. علی‌رغم هشدارهایی که آمریکا داده بود دست کم تا الان اقدامی نکرده. علت چی میتونه باشه؟ من فکر نمی کنم از همون اول هم واقعا آمریکا به نظر نمی آمد که بخواد چنین کاری رو بکنه. واقعا خیلی احمقانه می بود اینکه اگه آمریکا واقعا بخواد جلوی ورود این کشتی ها رو بگیره. من از همون اول هم فکر نمی کردم که ایالات متحده حاضر باشه واقعا یک حادثه بین المللی ایجاد بکنه برای جلوگیری از ورود این نفتکش ها در آبهای آزاد. بنابراین کاری که الان آمریکا به هر حال کرده اینه که یک پیروزی رو به طور خیلی غیر ضروری در دست دولت ونزوئلا بذاره و این واقعا هم مایه شرم ونزوئلا است، کشوری که خودش روی نفت نشسته حالا مجبور بشه که از ایران این سوخت رو وارد کنه. ایران چی به دست آورد؟ من فکر میکنم که بالاخره مقداری پول به دست آوردن. دولت ونزوئلا حدس میزنم ورای قیمت بازار برای این نفت پول داده. و این شاید مقداری از اون طلایی رو هم که ونزوئلا کم داره تونسته توسط ایران بگیره و در این زمانی که برای ایران هم سخت هستش که نفتش رو به فروش برسونه فرصت خوبیه و در این حال برای ایران هم فرصتی بود که بتونه دشمن اصلی خودش ایالات متحده رو شرمسار کنه. فکر میکنید که ممکنه موفقیت در این مبادله اقتصادی منجر به شروع یک رابطه وسیع‌تر بین در واقع کسانی کشورهایی باشه که تحت تحریم آمریکا هستند؟ بله شاید همین اتفاق بیفته، اما چیزی که باید در نظر داشته باشین این هست که واقعا از نقطه نظر ونزوئلا این یه عملیات واقعا استثنایی بود. میدونید ونزوئلا اون منابع و امکاناتی رو نداره که همینطوری بتونه سوخت رو از خارج وارد بکنه. کاری که ونزوئلا خودش میخواد انجام بده این هستش که بتونه پالایشگاه خودش رو اصلاح بکنه که بعد از 20 سال از این دولت انقلابی خراب شده. دلش میخواد که بتونه خودش تولید داخلی رو انجام بده بر اساس منابعی که خودش داره. برای همین فکر نمیکنم این بتونه مقدمه یه سنتی بشه چه در روابط دو جانبه ایران و ونزوئلا، ولی مسلماً از نقطه نظر کشورهایی که دشمن آمریکا هستند در صحنه بین الملل این واقعاً یک ضربه بودش به آمریکا. برآوردها نشون میده که این میزان سوختی که ایران قراره به ونزوئلا برسونه حدود 2-3 هفته سوخت ونزوئلا رو تامین میکنه. بعدش چی؟ واقعاً تا کی میتونه ونزوئلا به این وضعیت ادامه بده؟ بله ما برآوردهایی رو دیدیم که البته خیلی فرق میکنن که چقدر این سوختی که ایران داره ونزوئلا میبره دوام خواهد آورد. فراموش نکنین که اقتصاد ونزوئلا خیلی بیشتر از بقیه کشورهای دیگه دنیا در رکود به سر میبره و تقاضای داخلی برای سوخت 1/4 اونی هستش که شرایط عادی وجود داره، اما با این حال همین محموله که ایران فرستادن بیشتر از 2-3 هفته دوام نیاره، حد اکثر یه ماه. بعد از اون یا همچنان باید وارد بکنن این سوخت رو که منابعش رو به این کار ندارن بکنن، یا اینکه
باید هر جور شده پالایشگاهاشون رو را بندازن، برای اینکه ظرفیت پالایشگاه ونزوئلا حدود 1,300,000 بشکه در روز هستش که نصفش هم دیزل هست و الان ظرفیت پالایشگاهش حدود 15% سابق هست. اتفاقی که باید بیفته اینه که این پالایشگاه رو برای اندازی بشن، ولی اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه خودش یه نکته مهمی هستش، چون تحریم‌های امریکا کمک به راه اندازی این پالایشگاه نمی‌کنه و اتفاقا داره کارو سخت‌تر برای ونزوئلا می‌کنه. متشکرم. فیلیپ گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران با ما. اما سارا وخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB با ماست از واشنگتن دی سی آمریکا. خانم وخشوری، شنیدید صحبت ها رو و بحران سوختی که ونزوئلا به شدت درگیرش هست. چی شد که اساسا ونزوئلا در ماه های گذشته به این مقطع رسید؟ یه نکته ای که اشاره شد مهمون شما هم گفتن این که ظرفیت حقیقی پالایش ونزوئلا به شدت کاهش پیدا کرد طی سالهای اخیر، و نکته دیگه اینه که ونزوئلا و آمریکا قبل از تحریم‌ها رابطه خیلی نزدیکی داشتن، یعنی بیشتر بنزین، مواد پالایشی که مورد نیاز ونزوئلا بود و همینطور موادی که با نفت قاطی می‌شد برای پالایش نفت سنگین ونزوئلا در داخل کشورش از آمریکا می‌اومد. یعنی در واقع با اینکه طی ماه‌های گذشته آمریکا جای ایران رو تو خیلی از بازارها مثل فرض کنیم میانات گازی ایران توی کره جنوبی گرفته، این بنزین‌هایی که فرستاده شده در واقع سهم بازار آمریکاست در شرایطی که تولیدکننده‌های آمریکایی به خاطر این لاکداون و توی خونه موندن که در کل دنیا این اتفاق افتاده، بنزین زیادی روی دستشونه و پالایشگرها نمیتونن بفروشن. در واقع این در این شرایط اهمیت خیلی زیادی داره که فرض کنین ایران بازاری رو که قبلا دست آمریکا بود، قبل از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، به دست گرفته. نکته دیگه اینه که ونزوئلا ظرفیت پالایشی زیادی در داخل آمریکا داشته، نزدیک به 30% ظرفیت پالایشگاهی خارج از کشورش رو در آمریکا داشته که ممکنه اگر آمریکا بخواد تنبیه کنه فرض کنین ایران یا ونزوئلا رو به خاطر این واردات، بتونه روی این سرمایه هایی که ونزوئلا در آمریکا داره دست بگذاره و به این ترتیب برای ونزوئلا محدودیت ایجاد کنه. یه نکته مهمی دیگه هم اینه که چرا آمریکا هیچ کاری انجام نداد، به خاطر اینکه واقعا همونطور که مهمون شما گفتن کسی انتظار نداشت که آمریکا بتونه کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نحوه اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای مثل ایران این هست که تنبیه هر کشوری که با ایران فرض کنین تحریم‌ها رو دور بزنه اینه که آمریکا با اونها رابطه تجاری و مالی برقرار نمی‌کنه، ولی خب ونزوئلا بازاری هست که رابطه با آمریکا نداره، بنابراین ایجاد فشار برای آمریکا روی این کشور خب سخت‌تر بود نسبت به کشورهای دیگه. خانم بخشوری، اشاره کردید به این خلایی که در نبود تولیدکنندگان آمریکایی ایجاد شده و به نظر میاد که ایران سعی می‌کنه اون خلا رو پر بکنه، اما با توجه به فاصله جغرافیایی کشور دو کشور چقدر برای ایران سود داره؟ گفته میشه که اواسط ماه مارس، یعنی تقریبا دو ماه پیش، نفتکش‌های ایران از پالایشگاه‌های ایران حرکت کردن. مسافت زیادی بین دو کشور، برای هر دو کشور مسلما صرفه اقتصادی نداره، اما یه نکته که وجود داره، توی گزارشتون هم گفتین که این بنزینی که به ونزوئلا رفته نزدیک به 20 روز تقاضای داخل ونزوئلا رو پوشش میده، اما این در شرایطی که الان مردم تو ونزوئلا رانندگی نمیکنن، در شرایط معمولی فقط 2-3 روز تقاضای داخلی بنزین ونزوئلا رو، یعنی اگر در قبل از شرایط کرونا تقاضای ونزوئلا رو نگاه میکردین تقریبا 2 یا 3 روز بیشتر نیست، بنابراین این یک راهکار دائمی و کامل به صورت کامل برای ونزوئلا نیست، به شدت دور، هزینه هم زیاده، مخصوصا در شرایطی که هزینه اجاره کشتی ها خیلی بالاست. اما خب به هر صورت یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که به دلیل شرایطی که حالا به خاطر ویروس کرونا به وجود اومده، مصرف داخلی بنزین در ایران هم به شدت کاهش پیدا کرده، نزدیک به فرض کنید در ماه مارس نزدیک به زیر 50 میلیون لیتر در روز ایران مصرف کرده که خیلی پایین‌تر از مصرفش در ماه اکتبر و نوامبر بوده که 100 میلیون لیتر در روز بوده، بنابراین ایران اگر این رو صادر نمی‌کرد مجبور بود در جایی و الان هم اینها رو ذخیره می‌کنه، و این ذخایر اگر به حدی بشه و ایران نتونه اینها رو صادر کنه، باید فرض کنین که تولید نفت یا گاز خودش رو کمی
کاهش بده. بنابراین در این شرایط حساس بسیار مهم بوده برای ایران، برای ونزوئلا و خب برای تولید کننده های آمریکایی که نتونستن این بازار رو بگیرن. متشکرم. سارا وخشوری، کارشناس نفت و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SPB. ماجرای پرونده پیچیده کارخانه نیشکر هفت‌تپه حالا با عفو شماری از کارگران معترض و محاکمه رؤسای کارخانه وارد مرحله جدید شده. جامعه مدنی از آزادی کارگران خوشحال است، اما بسیاری میگویند باید از کارگران و فعالانی که بیگناه به زندان افتادند عذرخواهی شود، چرا که آنها جرمی مرتکب نشده بودند که مورد عفو قرار بگیرند. عدم شفافیت اما در جریان محاکمه مدیران کماکان ادامه دارد و گفته می‌شود علت غیر علنی بودن دادگاهی قرار بود علنی باشد، مطرح شدن نام مدیران سطح بالای کشور در این پرونده فساد است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آقای شیرینی عفو محمد خنفر اسماعیلان. دیشب در خوزستان شیرینی می‌دادند. خبر رسیده بود که عده‌ای از کارگران زندانی کارخانه هفت‌تپه عفو شدند. کام دوستان کارگران نیشکر هفت‌تپه شیرین شد. اما گذشت آن روزها 20 سال پیش که کام یک ملت با تولید سالانه 100 هزار تن شکر توسط کارخانه نیشکر هفت‌تپه شیرین می شد. در پس خوشحالی و بزن و بکوب دیشب خاطره تلخ سرکوب، شکنجه و حبس سال گذشته کارگران هنوز در یاد هاست. برای حکومتی که شعارش حمایت از مستضعفان است، سرکوب این چنینی کارگران محروم به چه خوبی بر جا نگذاشت. کارگران معترض امروز سه مطالبه دارند. هیچ کس سر کار نمیره تا 20 نفر برگردن سر کارشون. آزادی زندانیان، محاکمه مدیران و به دست گرفتن اداره کارخانه. لغو احکام در واقع زندان، محاکمه اینهاست و بازپسگیری شرکت از اینها نزد. آزادی زندانیان کارگر و محاکمه مدیران در حال اجراست. اما در مورد سوم که به بحث خصوصی سازی برمیگردد، در بر همان پاشنه همیشگی میچرخد. اینجا ساختمانی است که در پشت درهای بسته آن محاکمه مدیران کارخانه هفت‌تپه آغاز شده. تنها یک فقره از اتهامات متهم ردیف اول که اینجا در حال خروج از دادگاه است، بالا کشیدن 1.5 میلیارد دلار پول است. متهم ردیف اول امید اسدبیگی است، 33 ساله. پارسال که کارگران به مدیریتش اعتراض کردند، او خود را در یک حاشیه امن می‌دید. من و گروهم اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک، وجبی از این مجموعه به غیر از ایجاد رفاه و توسعه و پیشرفت برای مردم این منطقه در مسیر دیگری قرار گیرد. اما حالا که حکومت بعضی از کارگران را آزاد و رئیس آنها را محاکمه می‌کند، باید تصمیم بگیرد که با استاندار خوزستان چه کند. استاندار خوزستان چهره مورد علاقه دولت روحانی است و امروز هم مورد تایید دوباره وزارت کشور قرار گرفت، ولی حالا متهم شده که همسرش 200 هزار دلار از امید اسدبیگی پول گرفته، به تعبیری رشوه. فعلا این تنها واکنشی است که امروز از او شنیده شد. ما پشت ابر نمیمونه، یکم صبر کن ان شاءالله همه چی روشن میشه. اینکه آیا حکومت با غلامرضا شریعتی هم برخورد خواهد کرد یا نه، یک سوال سیاسی است. آقای رئیسی عزیز، شما راجع به من هر چی می‌خواید بگید. سوالی که باید پاسخش را در رابطه میان حسن روحانی، رئیس قوه مجریه، و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بررسی کرد. اجازه سوء استفاده، فساد. رئیس تازه نفسی که می‌خواهد به قاطعیت در مبارزه با فساد مشهور شود. آنجا که قاضی پرونده توانست دادگاه مدیران کارخانه هفت‌تپه را برگزار کند، این قاطعیت به نمایش گذاشته شد. اما تا آنجا که محاکمه غیر علنی بود، قاطعیت زیر سوال رفت. حتی اگر پای دولتی‌ها به پرونده نیشکر هفت‌تپه باز شود، همه راضی نخواهند شد. اونی که کلید و جوری کرد کجایی؟ شرکت چجور دادی؟ نه کارگران معترض، نه جامعه مدنی و نه حتی خود اصولگرایانی که به خصوصی سازی های دولت روحانی اعتراض دارند. یک اتفاقات عجیب غریبی توی برخی از این خصوصی سازی ها افتاده. حالا به شوخی باید بگیم همین هبکو رو صدام نتونه زمین بزنه. حالا آقایون مسئولین گاهن بعضیشون هبکو رو زمین زدن. یه شرکتی به عظمت هبکو طی شرایطی واگذار شده 10 میلیون تومان. کشت و صنعت مرغوب ترین زمین های کشاورزی خاورمیانه مثل 2700 تومان.
مثلا سر هفت تپه وقتی بهشون میگفتیم چرا این کار میکردی، معاونشون به ما چی میگفت؟ تو هفت تپه شرکتی که زیان انباشته داشته، این تا 50 سال دیگه هم چیزی نمیشد. واقعا از نظر بنده هفت تپه رئیس سازمان خصوصی سازی چندی پیش کوشیده بود امید اسدبگی را از اعتراضات کارگری پارسال تبرئه کند. آیون که اونجا رو خریداری کرده بودن، یکیشون بستگانشون، نه خودشون، در رابطه با پرونده فساد ارزی، همون بحث 4200 تومان و مازاد، دستگیر شد. این آیون هم چون چنین چیزی رو میگفتن ما مرتکب نشده این، ترسیدند و یه مدتی خودشون رو قایم کردن در داخل کشور. کارگر حقوق نگرفتن، ریختن توی خیابون. حالا رئیس سازمان خصوصی سازی دیگر در دادگاه حضور ندارد که از امید اسدبگی دفاع کند. پیام حکومت هم به افکار عمومی روشن است. با فساد تا حدی برخورد میکنیم، ولی اعتراضات رو تحمل نمیکنیم. خصوصی سازی هم فعلا استخوانی لای زخم باقی میماند. دار بخور، دار بخور. و حرمت کارگر و ایمنیش چیزی در این حد. قامت بیار جلو، قامت آقا بیار جلو. سیاوش اردلان، بی بی سی. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار حوزه کارگری از سیاتل آمریکا، با ماست. آقای زندی از سردبیران نشریه کارگر هم هستند. آقای زندی، از بحث عفو کارگران و فعالان حقوق کارگران شروع بکنیم، که دی معتقدند که اصلا عفوی نباید در کار می‌بوده، اینو از روز اول هم نباید بازداشت می‌شدن. قطعا هم همینطوره، چون که تمام کسانی که چه کارگرانی که امروز عفو خوردن، آقای اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد انیفر و سایر کارگران هفت تپه، و چه کسانی که در رابطه با پرونده هفت تپه و در حمایت از این کارگران بازداشت شدند، در واقع همین حرفایی رو میزنن که امروز اسدبگی و رستمی در دادگاه قوه قضاییه به خاطر اون دارن دادگاهی میشن. یعنی به بیانیه آقای اسماعیل بخشی در آبان ماه 1397 در اوج اعتراضات هفت تپه مراجعه کنید، آقای اسماعیل بخشی درست در اون زمان تمامی این موارد، یعنی خرید ارز توسط آقای اسدبگی در بازار، دریافت ارز دولتی 4200 تومانی و فروش اون در بازار آزاد، به همه این موارد اشاره کرده بود. ولی اون زمان میگفتن دروغه، اون زمان میگفتن این تهدید علیه امنیت ملیه، و کسانی هم که از آقای اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه حمایت میکردن همین حرفا رو میزدن. یعنی طبق قانون خود جمهوری اسلامی هیچ کدام از بازداشت شدگان هفت تپه جرمی رو حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ارتکاب جرم نکردن که الان بیان تبرئه بشن و عفو بخورن. ولی با وجود این هنوز همه فعالانی که در رابطه با هفت تپه بازداشت شدن عفو نشدن، درسته؟ بله بله، خانم سپیده قلیان هنوز هیچ حکمی کتبی ابلاغ نشده، آقای امیر قلی هم همینطور، از سردبیران نشریه گام، یعنی از اعضای هیئت عالی نشریه گام. ولی خب تا جایی که الان اخبار رو دریافت کردیم اینه که بخشی از کارگران هفت تپه، آقای حسن سعیدی از کارگران سندیکای اتوبوسرانی و همچنین خانم عاطفه رنگریز و خانم مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، و امیر حسین محمدی، فرساناز اللهیاری، اسد محمدی و ایرادی پیربوداغی از جمله اسامی هستند که در لیست عفو قرار گرفتند. یکی از اعتراضات اصلی فعالان کارگری مسئله شکل خصوصی سازی این شرکت ها بوده. مشکل اصلی چیه؟ فکر میکنید که کجا اصلا ریشه این مسائل شروع شده؟ خب از سال 1384 با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و بعدها که سازمان خصوصی سازی تأسیس میشه، ما تا این تاریخ چیزی حدود 1600 میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده در سه مرحله، به صورت سهام عدالت در دوران آقای احمدی نژاد و به صورت واگذاری در مزایده. خب قطعاً در تمامی این پروسه‌هایی که ما شاهدش بودیم فساد صورت گرفته، ناروشنی وجود داشته، این شرکت ها به بخشش به سپاه و مدیران دولتی واگذار شده، همه این روند موجوده. ولی یه مسئله رو نباید انکار کرد، این که در نفس خود خصوصی سازی قرارداد موقت کار هست، در نفس خود خصوصی سازی ناامنی شغلی هست، در نفس خصوصی سازی کارگر امنیت شغلی نداره و قرارداد دائمی نداره. یعنی حتی اگر این خصوصی سازی ها به شکل درست انجام می شد، کما اینکه در شرکت‌های در کشورهای توسعه یافته درست انجام شده، باز هم کارگران با این مشکلاتی که من برشمردم روبرو می‌شدن.
و الان فکر میکنید که آیا اون روند جلوش گرفته شده با توجه به اینکه به هر حال مشخص شده که در این روندی که اتفاق افتاده اموال زیادی حیف و میل شده؟ وقتی که از رقم در مورد میلیارد دلار میایم صحبت میکنیم، این رقم چیزی نیست که یهویی گم بشه و از تیررس حسابرسی دولت یا دیوان محاسبات در امان بمونه. یعنی رقمی نیست که بشه پنهانش کرد. به همین دلیل با بالا رفتن این رقم و عدم بازپس دادنش توسط مدیران شرکت هفت‌تپه، حساسیت بخش‌های مختلفی در حاکمیت با این مسئله روبرو بود که به هر حال این رقم کجا رفته. ولی ما همین اتفاق رو، همین بخش عمده ای از فساد گسترده‌ای که در خصوصی سازی‌ها انجام شده رو در شرکت‌های دیگه می‌بینیم که به دادگاه کشونده نشده. مسئله پوی عراق، مسئله فولاد اهواز، کارگران در اونجا به مسئله خصوصی سازی اعتراض کردن، همچنان پابرجاست. و مسئله دشت مغان، مسئله معادن گسترده‌ای که در سال 1389 به بخش خصوصی واگذار شد. در همه این روند خصوصی سازی و واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی، این فساد دیده میشه، چون دست این مدیران باز برای دریافت ارز دولتی و هیچ کدوم از این ارزهای دولتی معلوم نیست کجا هزینه شده. چون تمام این شرکت هایی که من در موردش صحبت کردم هم با بحران عدم پرداخت حقوق کارگران، با مسئله بحران تولیدی و با مسئله تعطیلی شرکت ها روبرو هستند. متشکرم. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار حوزه کارگری با ما. در بسیاری از نقاط ایران امروز نماز عید فطر به صورت دست جمعی برگزار شد با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته. در بعضی از کشورهای مسلمان همین مراسم برگزار شد، اما عربستان خواستگاه دین اسلام برگزاری هر گونه نماز جماعت را به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا ممنوع کرده. همزمان نیویورک که کانون اصلی کرونا در آمریکا بوده، کمترین شمار قربانیان این ویروس را در شبانه روز گذشته گزارش کرده. علی همدانی گزارش می‌دهد. تبلیغات تلویزیون ایران برای نمازی که امسال در مصلای تهران برگزار نشد. نماز عید فطر تنها در مساجد و بعضی خیابان‌ها برگزار شده و تلویزیون شماری از آنها را زنده پخش کرد. مردم خودشون رعایت کردن. می‌بینید آقای احمدی بگیره با فاصله که باید یکی در میون باشه نشستن و تأکید تلویزیون ایران بر برگزاری این تجمعات با رعایت ضوابط بهداشتی. اما شهروند خبرنگاران روایتی دیگر دارند. این تصاویری که از برگزاری مراسم در زاهدان منتشر شده، ازدحام جمعیت در استانی که وضعیتش به گفته استاندار سیستان و بلوچستان قرمز است، و این ترافیک گسترده به سوی اماکن تفریحی از جمله شمال ایران به روایت سیمای جمهوری اسلامی ایران. قرار است از فردا همه رستوران ها، اماکن تاریخی و موزه ها و اماکن مذهبی هم بازگشایی شوند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا به روایت دولت مورد تردید برخی است. شمار آزمایش های تشخیص ابتلا در ایران تا دیروز حدود 800 هزار آزمایش اعلام شده، شماری اندک در مقایسه با کشورهایی با جمعیت مشابه ایران در آستانه بازگشایی. بامداد امروز در مکه، مساجد در عربستان همچنان تعطیل. تنها شمار بسیار اندکی از مقامات این کشور نماز عید پایان ماه رمضان را در مقابل خانه همچنان تعطیل خدا برگزار کردند. مساجد در سایر کشورهای عرب منطقه از جمله امارات متحده عربی هم همچنان تعطیل است و مردم به خانه نشینی تشویق می‌شوند. در پاکستان برخی از مردم برخلاف توصیه‌ها در مساجدی که تعطیل نشده بودند تجمع کردند. و در لبنان هم در مناطق شیعه نشین مراسم امروز برگزار شد. در حالی که در خاورمیانه ویروس کرونا به چالش دینداران بدل شده، در سایر نقاط جهان کرونا به اختلافات سیاسی دامن زده. چین که متهم به مخفی‌کاری درباره شیوع ویروس کرونا است، بعضی از سیاستمداران آمریکا را متهم کرده که درباره شیوع ویروس کرونا و دلایلش شایعه پراکنی می‌کنند. وزیر خارجه چین در کنفرانسی خبری گفته که آنها می‌خواهند دو کشور را به جنگ سرد با یکدیگر سوق دهند. صفحه نخست روزنامه نیویورک تایمز، این روزنامه منتقد دولت دونالد ترامپ، هزار اسم از حدود 100 هزار نفری که بر اثر شیوع ویروس کرونا جان دادن چاپ کرده. کرونا حاکم نادیده جهان که هم سیاست تعیین می‌کند، هم شیوه دینداری. علی همدانی، بی بی سی.
نخست وزیر بریتانیا که برای برکناری عالی‌ترین مشاورش به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین قرنطینه تحت فشار است، از او دفاع کرده. مشخص شده چند روز پس از شروع قرنطینه در بریتانیا، دامینیک کامینگز به همراه همسرش که علائم ابتلا به ویروس کرونا را داشته، به شهر دورام در 400 کیلومتری لندن رفته تا اعضای خانواده‌اش از فرزند 4 ساله او نگهداری کنند. منتقدان و حتی بعضی از اعضای حزب حاکم می‌گویند این کار آقای کامینگز نقض دستورالعمل ماندن در بوده. ولی بوریس جانسون میگوید عملکرد مشاورش مسئولانه، قانونی و منطقی بوده. بهرنگ تاشین گزارش میدهد. این مرد احتمالاً پرنفوذترین چهره در دولت بریتانیا است. کامینگز، مشاور عالی نخست وزیر، کسی که برنامه‌ها، استراتژی و نحوه پیام‌رسانی دولت را شکل می‌دهد. ولی این مرد پشت پرده حالا بابت بی‌توجهی به قوانین قرنطینه تحت فشار است. 27 مارس چند روز پس از شروع قرنطینه سراسری، او با عجله دفتر نخست وزیر را ترک کرد و با همسرش که مبتلا به کرونا بود به شهر دورهام در 400 کیلومتری شمال لندن رفت. آقای کامینگز میگوید اینجا به خانه پدریش آمده بود تا در دوران قرنطینه شخصی او و همسرش، اعضای خانواده‌اش بتوانند از فرزند 4 ساله آنها نگهداری کنند. گزارش شده آقای کامینگز و خانواده‌اش دو هفته بعد در شهر برنارد کاسل در 50 کیلومتری دورهام دیده شدند و یک هفته بعد، چند روز پس از بازگشت به سر کارش در لندن، او دوباره در دورهام دیده شده. اتهام زیر پا گذاشتن قوانین قرنطینه سراسری آقای کامینگز را با آماجی از سوال و انتقاد روبرو کرده و حتی بعضی از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار هم معتقدند او باید کنار برود. به نظرم موضعش غیر قابل دفاعه. به خاطر شعارهایی که دومینیک طراحی کرده، پدر مادرها و پدر بزرگا و مادر بزرگا فکر میکردن که اگر کسی از خانوادهشون کووید گرفت باید تو خونه بمونن. اونم فرزنداشون براشون مهمه. حزب اصلی مخالف دولت خواهان تحقیقات مستقل درباره این داستان شده. در مورد مشاور عالی نخست وزیر که کسی در خانوادهش نشانه های ابتلا به کرونا رو داشت، دستورالعمل درباره ترک نکردن خانه کاملا واضحه. اتهام هایی که ما دیدیم خیلی جدیه و باید پیگیری بشن. دومینیک کامینگز، مدیرعامل ستاد طرفداران خروج از اتحادیه اروپا، در همه پرسی برگزیت بود. ستادی که بوریس جانسون رهبر و سخنگوی اصلی آن محسوب می شد. حالا او نخست وزیر است و دومینیک کامینگز و تیم آن ستاد فرمان دولت را در دست دارند. نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری روزانه دولت تمام قد از اصلی ترین دستیارش دفاع کرد. من امروز مفصل رو در رو با دومینیک کامینگز صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که سفرش برای دسترسی به مراقبت مناسب از فرزندش در شرایطی که خودش و همسرش به دلیل ابتلا به کرونا در آستانه ناتوانی بودند و گزینه دیگری نداشتند، تصمیمی بر مبنای غریزه پدری بوده و من اون رو بابت این سرزنش نمی‌کنم. ادعاهای دیگری درباره عملکرد او در دوران قرنطینه هست که بعضی هاشون کاملا نادرسته. معتقدم او مسئولانه، قانونی و به درستی عمل کرده. مشخص است که این مرد آنقدر برای نخست وزیر بریتانیا مهم است که در میانه بحران کرونا حاضر شده برای حفظش از اعتبار دولت خرج کند. ولی ممکن است این پایان ماجرا نباشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. خشکسالی در ایران به ویژه در استانهای خشکتر مانند سیستان و بلوچستان با معیشت مردم گره خورده. حالا بعد از حدود دو دهه کمابی به لطف بارندگی های چند ماه گذشته در حوزه آبریز هیرمند، برای اولین بار در 20 سال گذشته شمال تالاب هامون رنگ آب به خود دیده. در این تصاویر که میبینید، این تصاویر اختصاصیه که به دست ما رسیده، پیشروی آب کاملا قابل مشاهده است. هر جا که آب باشه آبادانی هم به وجود میاد و آثار پر آب شدن هامون هم رفته رفته نمایان میشه. در حاشیه گیاهی سبز شده در اطراف هامون، کشاورزان دامهاشون رو برای چرا آوردند و مقامات میگند گرد و غبار هم کم شده. دو هفته پیش مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت بارندگی ها موجب احیای 40% تالاب هامون شده و در همین فاصله کوتاه هم آثار مثبتش در این منطقه ظاهر شده.
در کوتاه مدت شاهد احیای پوشش گیاهی هستیم و تثبیت بستر طالبه هامون هستیم، تلطیف هوا رو شاهد خواهیم بود. ما روزهای گرد و غباریمون در سال 98 به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده. ما در سال 97 تعداد 56 روز روزهای خطرناک رو داشتیم که در سال 98 این میزان به 13 روز کاهش پیدا کرده. این نشان دهنده اینه که ورود آب شدت خشکسالی پیش از بارندگی‌های اخیر تا حدی بوده که بخشی از تالاب هامون کاملا خشک شده و پسروی کرده. 20 سال پیش خیلی خوب بودم، سرسبز بود، آب بود، هواتی بود، خیلی خوب بود. دریا بود، ماهی بود، همه چیز بود. چندین هکتار از بستر خشک شده هامون در این سالها تبدیل به محل چرا و نگهداری دام و حتی عبور و مرور خودروها شده بود. بدتر از همه، این بستر خشک تبدیل به کانونی شده بود برای بلند شدن ریزگردها، آن هم به ویژه در موسم وزش بادهای 120 روزه سیستان. حالا با این بارش‌های اخیر امید به این استان محروم شاید برگشته باشه، استانی که ساکنان بسیاری از نقاطش هنوز برای دسترسی به آب آشامیدنی با مشکلات مداوم روبرو هستند. ما امروز کار رهاسازی بچه ماهی سفید سیستان یا همون هامون ماهی رو که از گونه‌های بسیار ارزشمند تالاب هامون بوده و با توجه به این که در طی دو دهه خشکسالی اخیر نسل این گونه در معرض خطر قرار گرفته، امروز با مشارکتی که در واقع جوامع صیادی ما انجام دادن و همکاری که سازمان اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام داد، خب ما امروز بخشی از بچه ماهی رو توی تالاب رهاسازی کردیم و قرار بر اینه که انشاءالله در طی چند مرحله هولوش 1 میلیون بچه ماهی در تالاب رهاسازی بشه که کمک زیادی انشاءالله میشه به رونق بخشی به حرفه صید و صیادی و اشتغال جوامع صیادی ما در سطح منطقه سیستان. اما یا رونق این چند هفته پایدار خواهد بود؟ برای گفتگوی بیشتر فرزانه بزرپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب از تورنتهایم نروژ با ماست. خانم بزرپور، فکر می‌کنید که شرایط جدید چقدر پایداره؟ سلام و وقت شما بخیر. خب ما بایست این حقیقت رو بپذیریم که اقلیم ایران اقلیم خشک و نیمه خشک. ترسالی هایی که اخیراً باهاش مواجه شدیم به معنای از در واقع عبور از بحران آب نیست. ما با تداوم خشکسالی ها مواجه خواهیم بود. در به گفته اقلیم شناسان سالهای آتی ما تعداد سالهای خشکسالیمون بیشتر از سالهای ترسالی خواهد بود. آنچه که الان به واسطه افزایش بارندگی ها در منطقه در کل ایران و به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان رخ داده و خب 85% از افزایش بارندگی داشتیم نسبت به سالهای گذشته، این اتفاق بسیار خوبی است و مبارکی است و به برکت این بارندگی ها طبیعتاً منابع آبی منطقه ذخایر بهتری خواهند داشت. اما بایستی این رو در نظر گرفت که تا وقتی سیاست کلی حاکمیت مبنی بر کاهش در واقع استفاده از منابع آبی برای بخش کشاورزی و مصرف کشاورزی و دامی کاهش پیدا نکنه، ما همچنان با بحران آب در این مناطق روبرو خواهیم بود و معیشت جایگزین تنها راه حل برای مناطقی از این دست هست، چون با گذشت زمان ما دوباره برمیگردیم به شرایط قبلی که شرایط بسیار وحشتناک بود. آیا ممکنه که احیای تالاب‌ها که به هر حال امسال اتفاق افتاده بتونه تأثیری بر اون بافت زندگی که به واسطه خشکسالی تغییر کرده بود داشته باشه؟ ببینید، بارندگی‌های اخیر به خصوص تو منطقه سیستان و بلوچستان خب باعث شد که چاه نیمه ها که در مسیر سیلاب بودن که به سمت در واقع تالاب حرکت میکردن پر بشن و این ذخایر در واقع ذخایر مصنوعی که در مسیر تالاب قرار داده شده بود که برای مصارف آب شرب استفاده میشد در سالیان گذشته به تدریج به سمت مصارف کشاورزی رفت و
به خاطر استفاده‌ای که در واقع این چاه نیمه ها در مسیل سیلاب رخ داده استفاده می‌کردن، از میزان دریافتی آب تالاب هامون کاهش در واقع کاسته شده بود. اکنون که خب تالاب هامون افزایش 40% رو شاهدش هست، به واسطه این هست که نه تنها اون چاه نیمه ها پر شدن، بلکه اضافه از اون به وارد تالاب شدن. بایستی دقت بشه که این چاه نیمه ها همچنان برای مصارف شرب استفاده بشن و نه برای بخش کشاورزی یا بخش دامی به صورت برداشت اضافه، چون نه تنها الان همین بحث بارندگی، بلکه به لحاظ منابع مالی هم ایران در حال حاضر شرایط خوبی پیدا کرده، به خاطر اینکه اخیراً سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مبلغی مادر 10 میلیون یورو برای احیای تالاب هامون اختصاص دادن و شرطشون این هست که این مبلغ برای معیشت جایگزین در منطقه استفاده بشه، برای احیای پوشش گیاهی و کاهش فشار از برداشت ذخایر آبی منطقه استفاده بشه، به این معنا که از برداشت اضافی آب برای مصارف کشاورزی یا دامداری در منطقه کاسته بشه، چیزی که ما همکنون نیاز داریم. در سیستان و بلوچستان حداقل 50% کشاورزی منطقه بایستی حذف بشه و مردم محلی به معیشت جایگزین، حالا توریسم، مشاغل خدماتی و بخش‌های صنایع دستی در واقع روی بیارن و این سرمایه ها و منابع برای این موضوع استفاده بشه. متشکرم فرزانه بصرپور، پژوهشگر هیدروپولیتیک، سیاست‌گذاری و مدیریت منابع. چند خبر کوتاه. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 منطقه دو گنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزان. کانون این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده. زمین لرزه در استانهای خوزستان، فارس و بوشهر هم احساس شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث استان گفته زلزله تلفات جانی نداشته، اما 16 نفر هنگام فرار مصدوم شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایش حاضر شد. او به گرفتن رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی متهم شده. این در حالی است که دولت وحدت ملی به رهبری او کارش را هفته پیش آغاز کرد. آقای نتانیاهو اولین نخست وزیر در تاریخ اسرائیل است که در زمان قدرت به اتهام ارتکاب جرائم کیفری محاکمه می‌شود. او اتهام‌ها را رد کرده و گفته که بهانه‌ای برای ساقط کردنش از قدرت است. فعالان حقوق بشر در مصر از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری به خاطر عفو یک مأمور سابق پلیس انتقاد کردند. او 12 سال پیش در ازای دریافت پول از یک بازرگان ثروتمند، سوزان تمیم، خواننده لبنانی را در دبی کشته بود. آقای سیسی او را همراه هزاران زندانی دیگر به مناسبت عید فطر عفو کرده. فعالان سیاسی این سوال را مطرح کردند که چرا باید او عفو شود در حالی که بسیاری از افراد به خاطر عقاید خود یا فعالیت سیاسی همچنان در زندان هستند. طوفان و باران شدید همراه با امواج کم سابقه سواحل غرب استرالیا را در می نوردد. این طوفان با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت باعث قطع برق 50,000 واحد مسکونی و تجاری شده. همچنین سقف تعدادی از ساختمان ها را کنده و بسیاری از درختان را شکسته. در هفته‌های گذشته نیروهای امنیتی عراق چندین بار هدف حمله اعضای بازمانده از داعش قرار گرفتند. این گروه با انتشار ویدیویی مدعی شده که به زودی عملیات بیشتری علیه ارتش عراق و ساکنان مناطق سنی نشین که حاضر به همکاری با داعش نباشند انجام خواهد داد. جانشین فرمانده نیروهای ائتلاف ضد داعش به خبرنگار ما نفیسه کوهنورد گفته که این گروه توانایی ظهور دوباره را ندارد. اما بعضی در عراق هشدار می‌دهند که داعش با تاکتیکی جدید سعی می‌کند این کشور را به آشوب فرقه‌ای بکشاند. رگبار گلوله ها در برابر شبیخون داعش، حمله غافلگیر کننده ای که میانه ماه رمضان رخ داد در تاریکی صحرای سامرا. نبرد تا دم صبح طول کشید. یا الله، 11 نیروی 8 شبی در این کارزار کشته شدند. بعد از آن شب تدابیر امنیتی در تمام دروازه های سامر را سفت و سخت‌تر شده.
چرا که هدف اصلی حمله کننده ها در واقع ورود به این شهر بود. در باور شیعیان سامرا زادگاه امام دوازدهم مهدی است و مدفن پدر و پدر بزرگش امامان دهم و یازدهم. 14 سال پیش آتش جنگ داخلی عراق هم از همین جا زبانه کشید. انفجار گنبد زرین حرمین عسکرین به دستور ابو مصعب زرقاوی رهبر القاعده شیعه و سنی را در این کشور برابر هم قرار داد. حالا بیم آن می رود که تاریخ اینجا تکرار شود. این لشکرکشی نیروهای سرای و سلام به فرماندهی مقتدالصدر روحانی شیعه در اطراف سامر را. هدف ایجاد کمربندی امنیتی در عمق صحرا. این دشت پهناور که در نگاه اول آرام به نظر می رسد، مخفیگاهی است برای اعضای بازمانده از خلافت خودخوانده‌ای که زمانی نچندان دور بیشتر این نواحی را در سیطره خود داشت. نیروهای عراقی می دانند که دشمنشان شاید از هر گوشه اینجا سر برآورد. از تونل‌هایی که در طول سال‌ها حفر کردند. حمله‌شان هم اخیراً روز و شب نمی‌شناسد. اما سخنگوی سرای سلام می‌گوید خطر فراتر از این حملات است. هدف بزرگ داعش الان برگردوندن عراق به جنگ فرقه‌ایه. درست مثل اون چیزی که در بهار سال 2006 بعد از انفجار حرمین عسکرین رخ داد. سلف‌های داعش مثل القاعده هم در پی این بودن و تا به امروز همه گروه‌های تندرو هم همین رو دنبال کردن. ما اطلاعات دقیقی داریم که داعش همچنان در حال برنامه‌ریزی برای ورود به سامرا و منفجر کردن مرقد مقدس تا از این طریق عراق رو به جنگ قومی و مذهبی سوق بده. حتی بر اساس اطلاعاتی که داریم برنامه داعش کشاندن نه فقط عراق که کل منطقه به جنگ مذهبی شیعه و سنیه. برای همین جاهایی مثل سامرا هدف استراتژیک مهمی برای داعش محسوب میشن و این تاکتیکی خواهد بود که این گروه دنبال خواهد کرد. اما تنها نیروهای شیعه هدف حمله های جدید داعش نبودند. چند روز پیش این روستای سنی نشین کوچک در استان صلاح الدین به سوگ کت خدا و دو فرزندش نشست. داعش خانهشان را منفجر کرد و مزرعهشان را آتش زد. جرم کت خدا همکاری با نیروهای امنیتی عراق بود. عادوا وقالوا ان الدوله الاسلاميه تتهد اولم يعوا قوله تعالى. این ویدیویی است که داعش پس از این حملات منتشر کرده با عنوان گردنشان را بزنید. این مرد نقاب پوش میگوید نیروهای عراقی و عشایر سنی همدستشان باید منتظر حمله های بیشتر باشند. نوبایو نوبایو امیرالمؤمنین و خلیفه المسلمین. و این بیعت با ابو ابراهیم قریشی که جانشین ابوبکر بغدادی شده. بیعت کننده ها حالا او را خلیفه مسلمین و امیر خود می خوانند. اما آیا همه اینها می تواند به معنای بازگشت داعش به همان شکل قبلی باشد؟ این سوال را از جانشین فرمانده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا می پرسم. داعش هنوز خطر آفرینه، هم برای عراق و منطقه و هم برای جامعه بین الملل. با حملات اخیر هم به طور طبیعی زنگ خطر در ذهن خیلی ها به صدا در اومده. اما بر اساس مشاهدات ما، عملیات اخیر داعش به اندازه گذشته پیچیده و بزرگ نیست. اما در کل به نظرم حملات اخیر داعش برای جلب توجه افکار عمومی بوده و نه بیشتر. آنها از نظر نظامی و مالی توانایی قبلی رو ندارن. البته ما به این تحرکات بی تفاوت نیستیم، اما آنها را در قالبی وسیع‌تر بررسی می‌کنیم و فعلا به هیچ وجه اثری از این نمی‌بینیم که داعش توانایی بازگشت و قدرت گرفتن مثل قبل رو داشته باشه. عراقی‌ها پیروزی بر این گروه را 3 سال پیش جشن گرفتند. پس از جنگی طولانی و طاقت فرسا با هزینه جانی و مالی هنگفت. سال پیش هم با بیرون رانده شدن داعش از باغوز در شمال سوریه، سرزمینی در سیطره خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی نماند.
در طول نبرد جنگنده های ائتلاف مواضع داعش را در عراق بیش از 35 هزار بار بمباران کردند. بمباران هایی که تا امروز هم ادامه دارد. اهم شیء لانهاء داعش من الوجود في العراق. برای ریشه‌کن کردن داعش در عراق ما باید بتونیم هسته های پنهان و شبکه های ارتباطی اونها رو از بین ببریم. اونا الان در مناطق صعب العبور کوهستانی و غارها و یا در دشت های وسیع و نیزارها پنهان شدن و در دسته های کوچکتر حرکت میکنن که پیدا کردنشون نیاز به کار اطلاعاتی و تجسسی دائم داره. اما در کنار این داعش سعی میکنه که بر افکار عمومی تاثیر بذاره و برای این کار از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده میکنه که ما باید جلوی اون رو هم بگیریم. اونا حتی گاهی حمله هایی که کار این گروه نیست رو به عهده میگیرن تا ترس ایجاد کنن. جنگ با اونها علاوه بر بمباران های مستمر نیاز به نبرد اطلاعاتی داره و ما نهایت سعیمون رو برای این کار میکنیم. نیروهای ائتلاف در چند ماه گذشته 6 پایگاه خود را در عراق ترک کردند و کنترلش را به عراقی ها سپردند. پایگاه هایی در استان های کرکوک و صلاح الدین و انبار که همه شاهد افزایش حملات جدید داعش بوده. اما فرماندهان ائتلاف می گویند نبودشان در این پایگاه ها تأثیری بر جنگ با این گروه نداشته. وقتی در این پایگاه ها بودیم کارمون مشاوره دادن به نیروهای عراقی و پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی برای اونها بود. الان هم همین کار رو داریم انجام میدیم. ما به خاطر کرونا و نیز تهدیدات امنیتی از طرف بعضی گروه های شبه نظامی بعضی نیروهامون رو به پایگاه های دیگه ای منتقل کردیم و تعداد نیروها رو هم کم کردیم. اما در اصل پایگاه ها رو به این دلیل ترک کردیم که معتقدیم نیروهای عراقی الان به تنهایی میتونن در این مناطق عملیات داشته باشن. اما همچنان به پشتیبانی هوایی ادامه میدیم. وقایع این روزها اما شباهت‌هایی به زمانی دارد که ارتش آمریکا عراق را در سال 2011 ترک کرد. پس از چندین سال جنگ با نیروهای القاعده. آمریکایی‌ها پیروزی بر دولت اسلامی ابو مصعب زرقاوی را اعلام کردند و گفتند مأموریتشان انجام شده. اما هسته های پراکنده تندرویان هنوز در جای جای عراق فعال بودند. 4 سال بعد این بار پرچم داعش در عراق و سوریه برافراشته شد. بعضی هشدار می‌دهند که این گروه اکنون با تاکتیکی متفاوت از قبل در حال ظاهر شدن است که شاید مهارش سخت‌تر از وقتی باشد که سرزمینی برای خلافت داشتند. تاکتیک جدید داعش باز کردن جبهه‌های متعدد در آن واحده برای حمله‌های سریع‌تر. اونا با ایجاد رعب و وحشت هم می‌خوان جامعه سنی رو مجبور به همکاری کنند. از طریق آتش زدن مزارع یا اعدام‌ها. تاکتیکی شبیه القاعده تحت رهبری زرقاوی. داعش جدید دنبال تصرف سرزمین مثل دوره بغدادی نیست. در عوض با عملیات‌های پراکنده و گاه بیگاه عرصه رو برای نیروهای امنیتی تنگ می‌کنه. جنگیدن با داعش در این شرایط سخت‌تر از زمانیه که منطقه‌ای برای پس گرفتن از اونا وجود داشت. نیروهای آمریکایی و عراقی سال‌ها با گروه‌های تندرو در عراق جنگیدند. از انصارالاسلام گرفته تا القاعده و داعش. نام این گروه‌ها تغییر کرده، اما تفکراتشان مثل روحی سرگردان از کالبدی به کالبد دیگر منتقل شده. دور باطلی که فرصت زندگی را در سالهای اخیر از مردمان این کشور گرفته. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. طبق قرار قبلی فدراسیون فوتبال و دولت ایران با هم به توافق رسیده بودند بعد از ماه رمضان قراره که تیم‌های لیگ‌های حرفه‌ای به صورت دست جمعی مجاز باشند که تمریناتشون رو به شکل قانونی از سر بگیرند. تصمیمی که در جهت بازگشایی مسابقه‌های فوتبال بعد از شیوع ویروس کرونا گرفته شده. هرچند همچنان مشکلات زیادی سر راهه. تازه‌ترین خبر اینه که 2 عضو باشگاه پرسپولیس به ویروس کرونا مبتلا شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این 2 نفر اعضای تدارکات پرسپولیس هستند و باشگاه تصمیم گرفته اونها رو تا بهبودی کامل از مجموعه تیم دور کنه. بقیه تحولات در گزارشی از پوریا ژافره. گلگهر سیجان این کار روزهای اول ماه آخر سال قبل، حدود 12 هفته قبل، دقیق‌تر حساب کنیم 87 روز پیش. از آن تاریخ تا به حال لیگ های حرفه‌ای فوتبال ایران متوقف شدند. از هفته 21 لیگ برتر. این یکی از مسابقات آن هفته است. شکست یکیش استقلال در سیرجان مقابل گلگهر. میشه توی دروازه گل گلگهر سیرجان.
تیم 13 جدول که امروز گزارش شده آزمایش کرونا 9 نفر در این باشگاه مثبت درآمده. متاسفانه توی چند ساعت گذشته خبردار شدیم که تعدادی از بازیکنان تیم گلگهر سیرجان در حالی که اردوی خودشون رو در تهران برگزار کرده بودن مبتلا به کرونا شدن. تعدادشون به صورت رسمی اعلام نشده ولی شنیده ها مبنی بر اینه که 7 از بازیکنان این تیم و 2 نفر از اعضای پرسنل کادر فنی مبتلا به کرونا هستن. طی هفته های گذشته هم خبرهایی میرسید مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس و همینطور استقلال تمرینات خودشون رو بدون مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا یا اجازه وزارت ورزش آغاز کرده بودند و همین مسئله یا حتی حضور تیم گلگهر در تهران در حالی که بازیکنان هنوز تست کرونا نداده بودند و حالا داریم می‌بینیم که تعداد مبتلاها در این تیم یا سایر تیم‌ها بالا میره و مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که سپاهان اصفهان اعلام کرد 2 بازیکنش مبتلا به بیماری کووید 19 هستند و تراکتور تیم محبوب آذربایجان هم گفت در 4 بازیکنش علائم مشکوک به کرونا دیده شده. البته بعضی باشگاهان به نظر میرسه که دنبال استفاده از این موقعیت هستن و گفتن ما تمریناتمون رو آغاز میکنیم به خاطر اینکه موارد مشکوک وجود داره، ولی مشخص نیست که آیا این موارد مشکوک واقعی هست و نتیجه مثبت تست هاست یا اینکه برآورد شخصی خود مدیران باشگاه. مشکل دیگر چگونگی برگزاری تمرینات تیم ها بدون نظارت است. فرقی نمی کند بازیکنان کادر فنی هنگام حضور در تمرین ها چقدر و چند بار ضد عفونی شوند، اگر حامل این ویروس باشند احتمال واگیری بقیه اعضای تیم بالاست. یک دست نبودن آزمایش های موجود در بازار ایران هم مشکل دیگری است. آزمایش هایی با درصد خطای مختلف از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان، بعضی 2 ساعته جواب می‌دهند، بعضی در 2 روز. وزارت بهداشت هم که درگیر مشکلات کلی تری است، تصمیم گیری را به فدراسیون فوتبال بدون رئیس ایران محول کرده. این صحبت‌های معاون وزارت بهداشت با تلویزیون دولتی ایران. ما دیگه مسئولیتی از این به بعد در مورد خبررسانی در مورد فوتبال نداریم. ما از لحاظ بهداشتی درمانی بر اساس اصول علمی روز دنیا معیارهای بهداشتی درمانی لازم رو با هماهنگی وزارت ورزش اعلام کردیم. فدراسیون فوتبال نهاد مستقلی از لحاظ بین المللی مسئولیت داره، اونا خودشون تصمیم خواهند گرفت که چه کار بکنن. فوتبال حرفه‌ای در ایران متوقف است و فعلا هم آینده‌ای امیدوار کننده برای اثرگیری مسابقه ها دیده نمی شود. تیم هایی که نمی توانند سهم واقعی خودشان را از تلویزیون و سازمان لیگ بگیرند و بازیکنان مربیانی که حقوقشان مرتب پرداخت نمی شود. شاید انگیزه لازم برای پایان دادن به این فصل فوتبال وجود نداشته باشد. و با فرارسیدن گرما بعد از بحران کرونا حتی اگر انگیزه هم وجود داشته باشد، فشردگی بازی ها در داغ‌ترین روزها دلیل جدی دیگری است که لیگ امسال ناتمام بماند. پوریا جعفر، بی بی سی. و اما اجازه بدید اضافه بکنم که در گزارش مربوط به پرونده هفت‌تپه به اشتباه گفته شد که رئیس سازمان خصوصی سازی آقای پورحسینی استعفا داده و بازداشت شده. در حال حاضر رئیس سازمان خصوصی سازی علیرضا صالحه. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. مراقب هم باشید.